بعضی از بیماری های سینه توسط شیر الاغ است، مخصوصا الاغ خوب میشه. حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر دو نفر باشن یکدیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ اون بحث استفتا کردن دیگه. آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و نه سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب سوال فقهی شده. از که اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟ کشیده بحث مشاجره، آیا بچه الاغ هم برادر شیری میشود یا نه؟ یعنی حق سواری دارند یا نه؟ دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیری گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. عرق خورا، قمار بازا، خانومای بی حجاب، مال مردم خورا، تشنگی این مملکت گردن شماست، تشنگی حیوانات گردن شماست، مردن چارپایان و گوسفندا از بیابی تو بیابونا و بیعلفی گردن شماست. هموطنان، می دانید آخوندها چه وقت دروغ می گویند؟ هر وقت که لبهایشان را تکان می دهند. با همه دردم در طول چندین قرن اخیر این انگلهای اجتماعی جز اشاعه خرافات، گمراه کردن عموم، گسترش جهل و نادانی و سوء استفاده کردن از احساسات مذهبی مردم برای منافع شخصی و دکان دین فروشیشان کار دیگری نکردند. ارتجاع سیاه و ضد فرهنگ آخوندی دلیل شماره یک وجود جهل و عقب افتادگی، فقر و بدبختی در جامعه ایرانی در چندین قرن اخیر بوده است. بیش از 90% احادیث، قصه ها و چرندیات این طبقه هیچ سندیت تاریخی نداشته و فقط و فقط برای گول زدن و گمراه کردن افراد ساده‌لو اختراع شده است. در حالی که رنسانس، منطق و عقل‌گرایی در جهان غرب جریان داشت، این مرتجعین در حال اختراع احادیث و قصه های مذهبی دروغین، جعل حقایق تاریخی، شستشوی مغزی و فریب دادن مردم بودند. هموطنان، چند آخوند می شناسید که به برابری کامل حقوق زن و مرد اعتقاد داشته باشند؟ چند آخوند می شناسید که به تساوی حقوق شیعه و سنی، مسیحی و زرتشتی و بهایی اعتقاد داشته باشند؟ چند آخوند می شناسید که دیگر اصول حقوق بشر را قبول داشته باشند؟ آیا در ایران آزاد و دموکراتیک فردا با وجود این صدها هزار مفتخور مرتجع و منبر و تکیه و مدارس مذهبیشان می توان عدالت اجتماعی برقرار کرد؟ هموطنان، واقع بین باشید. تنها راه حلی که این مشکل چند صد ساله را به طور اساسی و دائمی حل می کند، گذر از روحانیت و ارتجاع سیاهی است که به همراه آوردند. یک بار و برای همیشه. شاید آن وقت این مفتخوران مجبور شوند مثل بقیه افراد جامعه دنبال کار و فعالیت بروند و مالیات بپردازند. شاید آن وقت منطق و واقع بینی و علم و انسانیت جایگزین جهل و دروغ و تزویر و مکر و خرافه و خشونتی شود که آخوندها برای ما به ارمغان آوردند.